تا سر زره پوش، سوارکاری است ساسانی بر اسبی تنومند و آراسته، حک شده در هزاران سال پیش، ثابت شده بر سنگ، اما آماده رزم، حاضر به هجوم. با دست چپ سپر مدوری را جلو آورده، نیزه بلندی را هم به دست راست گرفته، انتهایش را بر شانه گذاشته برای حفظ تعادل و قدرت. شاید کمانش را بر پشت گذاشته که تیردان پرتیرش را بر کمر بسته. جوشنی زنجیر باف بر تن دارد، روی جامه‌ای که بخشی از آن پیداست، لباسی با نقش مرغی افسانه‌ای. سوارکار کلاه خودی بر سر گذاشته که چهرش را پوشانده، با سوراخ‌هایی در برابر چشم‌هایش. روی این کلاه خود تاجی بر سر سوارکار است و بالای آن موهایش را می‌بینیم که به رسم شاهان ساسانی بر بالای سر جمع کرده و با روبانی آن را بسته. دو رشته روبان افراشته هم به تاج متصل شده که بر باد رها شده. حالا به اسبش نگاه کنید، چه بزرگ و باشکوه است. در کمال آرامش ایستاده اما مجهز. سر و سینه‌اش پوشیده از زرهی مخصوص اسبان یا همان برگستوانی منگوله‌دار است. بر پشت اسب دو گوی بزرگ آویخته‌اند که در اکثر زین و برگ‌های سلطنتی ساسانی دیده شده. این مرد کیست؟ ابتدا ببینیم این نقش برجسته کجاست. اینجا تاق بستان است، محوطه‌ای تاریخی در کرمانشاه، جایی که شاهان ساسانی در آن رفت آمد می‌کردند و نقششان را بر کوه آن زدند، بر دو تاقی در دل این صخره. نقش این سوارکار در تاق بزرگ نقش بسته، جایی که دو سمتش تصویری است از دو شکارگاه بزرگ با جزئیاتی فراوان. شکارگاه گراز در سمت چپ و شکارگاه گوز در سمت راست. نقش سوارکار بر پایین نقش دیگری است از صحنه تاج ستانی یک شاه ساسانی، شاهی در وسط تصویر که در حال گرفتن قدرت از اهورامزدا است و آناهیتا ایزدبانوی آبها در پشت شاه با ریختن آبی از کوزه شاهد این پیمان است. این شاه خسروی دوم، خسرو پرویز است. او را از شکل تاجش بر سکه های زمان او شناختند. پس این سوارکار پایین تصویر تاج ستانی کیست؟ او هم خسرو پرویز است؟ ارنست هرسفلد باستانشناس آلمانی گفته این سوارکار هم خسرو پرویز است، گرچه نظرهای دیگری هم وجود دارد. برخی میگویند او پیروز سوم است و برخی گفتند تصویری از ورهرام خدای جنگ است. عده‌ای هم آن را نشانه‌ای از سربازان ارتش ساسانی دانستند، سوار نظامیانی که امیانوس مارسلینوس مورخ روم باستان آنها را توصیف کرده. ایرانی ها در برابر ما صفوف فشرده ای از سوارکاران زره پوش را در چنان ترکیب دقیقی قرار دادند که درخشش بدنهای متحرکشان که با ورقهایی به دقت تناسب یافته از آهن پوشیده بود چشم افراد نظارگر را خیره می کرد. همه غرق در آهن شده و تمام قسمتهای بدن آنها با ورقهای کلفت آهنین پوشیده شده بود. تیرهایی که بر آنها می افتاد باید نهایت در میان سوراخهای بسیار کوچک کلاه خود که در برابر چشم و نوک بینیشان بود فرود می آمد. تصویر این مورخ شبیه همین نقش در تاق بستان است، بزرگترین تصویر این محوطه تاریخی که بر صخره‌ای طبیعی از دل سنگ بیرون آمده و از نظر ظرافت و تناسب اندام شاهکار حجاری در دوره باستان است. گرچه آسیب دیده، ساق پای سوارکار و پای راست اسب، بخشی از تاج سوار و انتهای پوزه اسب شکسته، اما هنوز هم در اوج زیبایی است. یکی از بهترین نمونه‌های هنر ساسانی و البته سراسر فلات ایران در دنیای باستان. به قول ابن فقیه همدانی در کتاب الولدان، اگر کسی از دورترین نقاط به دیدن این مجسمه آید، از سفر درازی که کرده متاسف نخواهد بود.